افغانستان همچنان ناام ترین کشور جهان است کشوری که به دلیل فعالیت های تروریستی سنی های تندروی طالبان و حملات متقابل نظامیان این کشور برای غیر نظامیان و علل خصوص شیعیان ناامن است در همین راستا مقام های رسمی افغانستان اعلام کردند که در حمله هوایی نیروهای هوایی در قندهار 47 تن از عناصر طالبان از جمله چند مهاجم انتحاری به هلاکت رسیدند علی اکبری گزارش می دهد. فعاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با انتشار توییتی از حمله هوای نیروهای هوایی ارتش افغانستان علیه طالبان خبر داد. وی در این توییت اعلام کرد که این حمله هوایی در ولس والی ارقنداب در ولایت قندهار انجام شده است. امان اظهار داشت که عناصر طالبان در مواضع و مخفیگاه هایشان هدف حملات هوایی قرار گرفته و تعداد زیادی جلیقه انتحاری، مواد انفجاری و سلاح و مهمات متعلق به آنها نیز تخریب شدهاند. طالبان تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. اخیرا ولسوالی های قندهار شاهد افزایش شدید تحرکات طالبان بوده است. مقام های امنیتی میگویند این گروه سرکوب خواهد شد. همزمان جنگ در اکثر ولایت های این کشور گسترش یافته است. گزارش جدید اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا از وضعیت افغانستان نشان می دهد که قدرت طالبان افزایش یافته و آینده نامعلومی در انتظار این کشور است. این گزارش می گوید که طالبان با داشتن 85 هزار جنگ جویه تمام وقت دست کم یک پنجم ولسوالی های افغانستان را تحت کنترل کامل دارد. کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی میگویند که طالبان از هر سال و هر زمان دیگر قدرتمندتر شده است. بر اساس آمار پنتاگون بیش از 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان جان باخته و بیش از 21000 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این اندیشکده اعلام کرده که دولت افغانستان هنوز آماده نیست تا از خود و این کشور محافظت کند. چندی قبل این اندیشکده آمریکایی گفته بود اگرچه جنگ افغانستان همکنون نیز یکی از مرگبارترین جنگ های جهان است اما خطر تشدید درگیری ها در این کشور وجود دارد و روند صلح نوپا و شکننده افغانستان سبب کاهش خشونت هایی نشده است که افغانستانی ها تجربه می کنند. شورای روابط خارجی آمریکا در ارزیابی شرایط افغانستان در سال جدید میلادی هشدار داده بود که افزایش خشونت ها میتواند منجر به فروپاشی روند صلح بین دولت افغانستان و طالبان شود صلحی که به گفته صاحب نظران تنها نام صلح را یدک می کشد و بیش از هر چیز از غیر نظامیان قربانی می گیرت.